ببینید لحظات بسیار مبارکی داریم مانند افطار. چی بسا متاسفانه از افطار استفاده صحیح و درست نمیشه. پیامبر علیه الصلاه و السلام میگن این لحظه قبولیت دعاست. افطار یکی از لحظاتی که قبولیت دعاست داریم. متاسفانه باید بگیم که بعضی از ماها خصوصا یعنی در مساجد می نشینند سر سفره افطار با هم دیگر بگویند و بخندند و از سیاست میگن و از این طرف میگن از اون طرف میگن، حرفهای بیرونی و حرفهای دنیا. خب بسیار خوب، کارهای دنیایتان را بگذارید در بیرون از مسجد. وقتی وارد مسجد میشید اینجا خانه الله هست و شما لحظه افطار هست، سر سفره افطار نشسته هستید، دعا کنید برای تغییر این وضعیت خود. دعا بکنید برای خودتان، برای خانوادهتان، برای جامعهتان، برای عموم بشریت و عموم انسانیت. خیر خواه باشید، دعا کنید برای همه. چی از شما کم میشه؟ اونجا نشستید با هم دیگر صحبت میکنید، خب صحبت در طول سال میشه، در طول روز برید با هم دیگر قصه کنید، ولی اینجا وقت افطاره یا سر سفره افطار داخل خانه نشسته به جایی که یعنی این لحظه رو با عبادت سپری بکنه، ماشاءالله یک شبکه را میزنه، رقص و کوبیدن و خواندن و الله المستعان. یعنی این لحظه، لحظه قبولیت دعاست برادر من، خواهرم، لحظه قبولیت دعاست. این فرصت رو از دست ندی، این تحفه الهیست برای من و تو، نباید این لحظه رو ما بیتوجهی بکنیم. یا بعضا از خانواده ها متاسفانه، خانم های خانواده خاصتن، یعنی حالا به میل خودشان هست یا از طرف خانواده ها واقعا بر آنها ظلم صورت میگیره، این لحظه افطار این زن بیچاره و این دختر بیچاره فقط مسئولیتش اینه که شکم دیگران را سیر بکنه. کار خوبیه اگر این خواهر ما، این عزیز ما، حالا به خاطر ثواب همین کار را بکنه، براش پاداش بزرگیه بدون شک، چون افطاری آماده میکنه برای خانواده، افطاری آماده میکنه برای روزداران، ثواب روزدار برایش میرسه، طبق قولی که حالا از پیامبر علیه السلام آمده، ثواب برایش میرسه به خاطری که روزداری را افطاری میده. این کارش بسیار خوبه، ثواب گفته این کار را انجام بده، انما الاعمال بالنیاز، ثواب گفته این کار را انجام بده، کار خوبیه. اما خواهر من، این که تو وقت افطار تمام فرصتت را داخل آشپزخانه باشی، این کار مناسبی نیست. کوشش بکن بعد از عصر کارهایت را جمع جور بکنی، حداقل 10 دقیقه قبل از افطار بیا سر سفره افطار بنشین، دعا بکن در پیشگاه الله متعال، برای شوهرت، برای حالا اگر شوهر نداری، برای پدرت، برای برادرت، برای خودت، برای مادرت، برای همه، برای همه دعا بکن. یا اگر شوهر داری، فرزند داری، برای شوهرت دعا بکن، برای فرزندانت دعا بکن، برای خودت دعا بکن، برای پدر و مادرت دعا بکن، برای اقوام و خویشاوندانت دعا بکن، برای تمام جوامع اسلامی، برای تمام مردم دعا بکن، برای همه دعا بکن که الله متعال همه را به سوی به راه خیر هدایت بکنه. حتی برای کافر مسلمان خیرخواست دعا میکنه که هدایت بشه، دعا بکن که همه هدایت بشن، همه در راه نیک روان باشن. این فرصت را خواهر من، برادر من از دست ندی. و همچنین در سحری وقتی پیامبر میفرمایند تسحروا فان فی السحور برکه، سحری کنید که در سحری برکته، برکت و خیر فراوانی است. و این سحری تفاوتی در میان روزه مسلمان و یهود هست و غیر مسلمان هست. نباید ما کوتاهی بکنیم، نباید در این مسئله کوتاهی بکنیم و این سحری را فقط به خوردن اختصاص ندیم. متاسفانه بعضا برمیخیزن نیمه شب میخوره 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 پس میخوابه، حتی نماز صبح جماعت که نه، جماعت که نمیره، متاسفانه حتی نماز صبح را نمیخونه، چون این خوردنی که خوردن زیادی که کرده بر سر معدهش فشار میاره، طبیعتا این بخار معده میزنه به مغزش، به سرش، اصلا خواب میمانه، ساعت 8-9 شب 9 روز بیدار میشه، کله گیچ، سرش گیچ میره این طرف و آن طرف، دور میخوره سرش تا به شام امیر قم سرش دور میخوره، بعد میگه که روزه بر من ضرر داره. خب طبیعتاً چون این روزهی بر انسان ضرر میکنه، سحری بخور 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 تا جایی که جا داره، تا به اینجا که آمد بالا آمد، بعد بگو بس کافیه، سرت را بگذار. اینگونه که نمیشه برادر من، خواهر من. بعد میگه روزه به من ضرر میکنه، یا معده من ضرر کرد، فلان شد، این شد و آن شد. خب طبیعتا به انسان چون این حالت ضرر میکنه. لحظه دعاست، لحظه دعاست در تمام سال. سحر بهترین فرصته، بهترین لحظه ای که انسان با الله خلوت بکنه، با الله خود خلوت بکنه، دعا بکنه. و بلکه آیات قرآن کریم، کسانی که سحر خیزند،
کسانی که بر میخیزند در پیشگاه الله دعا میکنند، عبادت میکنند، الله اونها را تعریف میکنه، تمجید میکنه، زیاد تعریف میکنه، زیاد تمجیدشان میکنه. حدیث داریم که الله متعال سبحانه و تعالی در این ثلث اخیر شب، یعنی وقت سحره، الله متعال سبحانه و تعالی صدا میزنه که چی کسی از من میخواهد تا من برایش بدم؟ چی کسی مشکلی داره که تا از من بخواهد من مشکلش را حل بکنم؟ چی کسی گناه کرده که از من بخواهد تا من او را ببخشم و مغفرت بکنم؟ دوستان عزیزین، بسیار مهمه، باور کنید اینها همه تحفه های الهی است، هدایای الهی است. اگر در طول سال نمیتونی، حداقل در رمضان به خاطر خوردن بیدار میشی، پس این فرصت را درست استفاده بکن. باز هم میایم سر خواهران خود، خواهران گرانقدر، این فرصت را استفاده کنید. درسته که شما غذای سحری درست میکنید، دستتان درد نکنه، دستتان درد نکنه، کار خوبی میکنید، کار نیکی میکنید و الله متعال برایتان مزد بده در ازای این، و این را ثواب گفته انجام بدید، یقینا الله به شما مزد میده، چون شما سحری برای روزداران آماده میکنید. این ثواب بزرگیه، پاداش بزرگی از جانب الله متعال برایتان. ولی خواهر من، حداقل 10-15 دقیقه برای خودت فرصت بدی. ما 1 ساعت 1.5 ساعت به شکم خود وقت میدیم، حداقل 10-15 دقیقه برای روح خود و برای روان خود و برای آرامش خود و برای زندگی خود و برای رابطه خود با الله متعال باید وقت بدیم، فرصت بدیم برای خود و بازگشت بکنیم به سوی الله متعال سبحانه و تعالی. فرصت های خوبی است برادران من، خواهران من، استفاده بسیار عظیمی می توانیم ما از این ماه مبارک بکنیم، خصوصا در این فرصت های مبارک مانند سحری، مانند وقت افطار، فرصت‌های بسیار مبارکی در طول روز. در طول روز شما روزه دارید، در حال عبادتید، تمام کارتان عبادته، یعنی این فرصت‌ها را نباید از دست بدین. اگر از دست دادیم واقعا که خسارت بزرگی کردیم. همچنان که رسول الله علیه الصلاه و السلام میگن که یعنی اینهایی که رمضان بیرون میشه و خودشان را شامل رحمت الهی و شامل مغفرت الهی نمی کنن، واقعا خسران بزرگ کردن و بلکه مورد لعنت قرار میگیرن. چیگونه رمضان را در میابه و خودش این با این همه فضیلتی که هست، با این همه لحظات مبارک و نیکی که هست، باز هم اصلا استفاده نمی کنه، هیچ، اصلا فقط همینه که دهانش روزه داره، خلاص.